یه خیلی حرف و حدیث هست در مورد این ترک و این ویدیو و کلن توهی که اصلا بهش اشاره نمیخوام بکنم، ولی ویدیو آهنگ بالاتر از توهی و خالد اومد. خالد یکی از آرتیست های به نام موسیقی جهان عرب میگن، یه همچین اصطلاحی داره، اینطور میگن. حالا توهی اومده باهاش یه همکاری کرده. حالا توهی قبلا هم از این دست همکاری ها کرده، همکاری های بینون مللی میشه گفت، شاید آره دیگه قطعا میشه گفت. وقتی فلانی با یه رپری که فقط مامان باباش میشناسنش رو 10 نفر دیگه میره فیت میده که اصلا ما تا حالا اسم اون طرف رو نشنیم، میگه من رپو بینون مللی کردم، چرا توهی نیاد به توهی که با مثلا خیلی آدم های بنامتری کار کرده؟ قاعدتا اینجوری منطقیه. بگذاریم، حالا کاری نداریم همکاری تجاریه یا چیزی از جزئیاتش نمیدونیم، اما حالا فرض رو برای میگیریم که آقا آرتیست های ما اینقدر کیفیتش کارشون بالاه که اصلا آرتیست کشور دیگه میاد پیشنهاد همکاری میده، نه ما میریم همکاری میده بالاتر. یه خیلی حرف و حدیث هست راجع به این ترک که ویواش واقعیه، الان من هم دارم میبینم واقعا ویواش واقعی، بعد از یه روز منتشر شدن توی یوتیوب 838K بازدید گرفته، کاملا واقعیه دیگه. بعد 838K 14K لایک گرفته و 5000 تا کامنت، یعنی بر اساس اصل لان زنبوری هم بخوایم حساب بکنیم، اصلا 838 800 تا مک 800 هزار تا، خب 10% لایک میکنن دیگه، 10% میشه چقدر؟ میشه 80 هزار تا لایک باید بخوره. بعد خب منطقیه، یعنی خود فنای توهی هم بیان کامنت بذارن، توهی فکر میکنم چقدر توی اینستاگرام فالوور داره نمیدونم، بذار نگاه کنم دقیقشو بگم علکی حرف چیز نزنم. توهی بیولا، خب 12 میلیون فالوور داره توی اینستاگرام که منطقیه. حالا از این 12 میلیون اصلا میگیم 1 میلیونش بیان توی یوتیوب، 1 میلیون هم نه 500 هزار تا، 500 هزار تا هم نه، اصلا 100 هزار تا هم نه، 50 هزار تا، 5000 تا هم نه، 10000 تاش که دیگه میان توی یوتیوب کامنت بذارن، چرا کامنتش 5000 تاست؟ حالا پستی که توی اینستاگرام خودش گذاشته چجوریه داستان، بذاریم توی ریلزاش. قبل از اینکه اصلا ویدیو رو شروع کنیم، چون این حرف حدیثا رو من خیلی شنیدم، به برخورد گفتم زشته، توهی از این کارا نمیکنه. 1,300,000 تا بازدید خورده که 506K لایک و 10K کامنت، 1500 بارم شیر شده. منطقی نیست عددا، یعنی عدد لایک و ویو میخوره ولی عدد کامنت و شیرش منطقی نیست. نمیدونم چجوری؟ پست بعدیش 780K ویو خورده و 582K لایک. خیلی انگیجمنت پیجش اصلا چسبیده به سقف، بزنم به تخته. بعد پست بعدیش دوباره، حالا اینو تازه گذاشت، اینو ولش کن کاری نداریم، بریم موزیک رو ببینیم و بشنویم، اصلا کاری به حاشیه‌اش نداشته باشیم. چه کاریه؟ خواننده رفته زحمت کشیده گفته که پرهزینه ترین ویدیو تاریخ موسیقی ایران ساخته، بریم ببینیم. اوکی. آیا جلوه‌ای ویژه است یا هلیکوپتر؟ البته چیزی نیست، این ولی جلوه‌ای ویژه است. استودیو جهبیرا راکی فی البل یا محیلی با
جان رو پشت بوم منطقیه. بالا 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 حالا 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 من ظاهر میشم با یه گنگ کینگم توی تاج سر کینگ توی وایامین تیک تاک دنم آن سین MVP آن تیم کش پیپ پا ایما جینز کش داری مگا بانک زدیم میشه لش دنیا با یه کام سری پرژن پاف دادی گاز میدیم رسمانی تانک سری یه بینا تکی فلدل یه حینی بشنونا. توهی هم مثل هیپوپولوژیست شده، اون همه جا میگه که من دکترم، توهی هم میگه من همه جا تانک رزوانی دارم. باشه، این بخش کبیرش من یاد آهنگ آرش و آرش و پسرش چی بود اسمش کرده نوید زردی میندازه، بیشباهت نیست. اینجا همه چون جوره، حتی عادتای بدم خوبه، شب رنگ و رنگ و نوره، فضا باید بری تو زوره، نه نه نگو نه نه نداریم، بالاتر بریم پرده داریم، کش داریم اگه بانک زدیم، میشه لش دنیا با یه کام سری، پرژن پاف دادی، گاز میدیم رسمانی تانک سری، یه بینا. فقط منم که حس میکنم توهی آهنگای قدیمیش خدایی خیلی بهتر بود، یعنی از لحاظ محتوا هرش میره جلوتر توهی تر میشه. واقعا قدیما مثلا میخوند گل نازم، چه میدونم توهی واقعی دیگه، این اون آهنگای خوبی داشت واقعا، ولی این آهنگ مثلا من ترجیح میدم که اصلا بی کلامشو بشنوم. نظرم این سومترال خیلی بهتره. جان سفینه آوردی منطقیه، هزینه کرده ها، یعنی حتی اگه جلوه ویژه هم باشه هزینه کرده، اما خروجی نداره. کارگردانش برادران بوشهری، توی دبی پس ساخته شده، برادران بوشهری دبی ان و در نتیجه کلش جلوه‌ای ویژه بود. و یه چیزی دیگه، حالا این آهنگ تموم شد، خدافظ. یه آهنگم داشت توهی با سامی بیگی، بالا یه بالا انگار رو ابرا، اونو به این من ترجیح میدم، فقط موزیکش، اصلا ویدئوش هم نباشه، اونو اون از این سرتره. خیلی بده که یه آرتیست کارای گذشته از کارای الانش بهتر بوده باشه، یعنی هر چی زمان میره جلو تو باید پیشرفت کنی دیگه، ولی اینجوری بگذاریم دیگه. چه خبر، نظرتون میرسین راجع به واقعی بودن ویوها و این کلن این آهنگ؟ فکر میکنم یه سال بیشتر بود که مثلا میگفتی یه همکاری با خالد داشتم بیاد بیرون، اومد بیرون توی جان، دمت گرم، عالی نبود؟ خیلی چکید قربان شما، تا یه ویدیو دیگه مثل چک.